سلام بر وکس تو گنگ، خیلی چاکرم عمو تئو هستم در خدمت شما باری دیگر. امروز با داداشم امیر پارسا باشگاه بودیم، گفتیم یه ویدیو هم بزنیم در مورد ورزش و فعالیت ورزشی. امروز می‌خوایم ببینیم که کدوم فعالیت‌های ورزشی کالری بیشتری می‌سوزونن. یه بچه‌ها مثلا یه ورزشی انجام میدن، ببینن آیا مثلا انقدر ساعتش تو یه ساعت چند کیلو کالری مصرف می‌کنه. کار خودمون هم فکر کنم بیاد. کار همه مردم دنیا میاد. تمام ویدیوهای عموتو مخصوصا این پلیلیست فان دیتا پر اطلاعات عمومیه. خدایی که هست. و کنتراست مشکی سفیدم رعایت کردیم با داداشم. سفید کبریتی مچی کارج. مشکی کارج. بریم برای دیکشنری زیاد میخوایم فکر کنم. نشسته 65 کیلو کالری تو ساعت مصرف میکنه و تو توضیحاتش هم نوشته که هرچی سنگین تر باشی کالری بیشتری میسوزونی. یعنی مثلا یکی که 150 پوند داره، نمیدونم چه جوریه. الان میگم sitting quietly burns 65 calories per hour. چرا گفت 150 پوند؟ 50 پوند باشه تو ساعت 65، یعنی اگه 68 کیلوگرم باشه حدودا، میگه هر 68 کیلو خوبه، نیازی بشینی پس بشینی همینجوری میشینی خوبه. میریم سراغ وایسادن، ببین چقدر بیشتره. وایسادن 110 کیلو کالری بر ساعت. پشما میگه که یه جورایی فعالیت غیر ورزشی حساب میشه وایسادن. فعالیت داریم ورزشی، فعالیت غیر ورزشی. مثلا راه رفتن میشه گفت یه چی بینابینشه. مثال میزنم، تو اره میکنی فعالیت ولی غیر ورزشیه، کالری مصرف میکنی دیگه. آره. جارو میزنی فعالیت ولی غیر ورزشی نیست. آفرین. استندینگ هم میگه توی همین کاتگوری، وایسادن تو کاتگوری فعالیت غیر ورزشی جا میگیره. میگه مثلا یه سری فعالیت روزمره ورزش نیست ولی کالری میسوزونن. مثلا این ور اونور پریدن بچه‌ها، دیدی هر چی ورجه ورجه بیشتر میکنی لاغرتر بچه. آره دقیقاً. دراز نشستی که رفتیم تو کاتگوری خود ورزش تقریبا. آره اکسرسایز. خود سیتاپس مادرتش مثلا 180 کیلو کالری در ساعت انرژی مصرف میکنه. حالا اکوردینگ تو مای فیتنس پال یه اپلیکیشن انگار فکر کنم ممکنه وبسایت چیزی احتمالاً. دراز نشست به طور متوسط میتونه 3 کالری در دقیقه بسوزونه. میگه که با یه سرعت مثلا معمولی دراز نشست بزنی 3 کیلو کالری در دقیقه مصرف میکنی و حتی اگه خیلی سریع بزنی میتونی 9 کیلو کالری در دقیقه بزنی. خوبه خوبه. اگه خیلی سریع بزنی نمیتونی خیلی هم سریع بزنی، چون میشکنه آدم. آره. میریم سراغ فعالیت بعدی، یعنی راه رفتن. شاید باورتون نشه ولی راه رفتن 210 کیلو کالری در ساعت مصرف میکنه. یعنی پیاده روی هم تو بری باز خوبه، بهتر از یه جا نشستن. نگاه نشستن 65 اون 210. میگه راه رفتن یه فعالیت هوازی کم اثره به نسبت بقیه فعالیت هوازی مثل دویدن و دوچرخه سواری و اینا، ولی خب انجام دادنش خیلی راحته، هیچ وسیله خاصی نمیخواد، کالری مصرفیش هم کیلو کالری منطقیه. راه میری همینجوری، برو راه برو بدون اینکه هیچ دوچرخه بخوای بخری. فعالیت بعدی اسنوکره که همون یکی از مدلای بیلیارد بازی کردنه که 216 کیلو کالری تو ساعت میسوزونه. 6 کالری تقریبا کیلو کالری بیشتر از راه رفتنه. آره. جای تعجبی هم نداره مثل این که چون اسم که زدی تا حالا. آره با هم یه بار من تو اوپال با هم زدیم. کجا زدیم؟ تو ویلا زدیم. ویلا بیلیارد بود. آه اسنوکر زمینش خیلی بزرگ بود. بود داره ایت بود. آره. این آره. اسنوکر زمینش خیلی بزرگتره، چوباش بزرگتره، ولی کلا اسنوکر و بیلیارد و اینا مثلا یه دونه ضربه میزنی میری میشینی، خب یارو رو میاد راه میره پق میزنی. یعنی اونقدر فعالیت عجیب غریبی نیست که بخواد خیلی کالری بسوزونه. وزن برداری همون فکر کنم جزو تمرین بدنسازی میشه دیگه. وزن زدن اصطلاحا 224 کیلو کالری در ساعت مصرف میکنه و طبق یکی از مقاله های هاروارد راجع به سلامتی و اینا، یه آدم همون 60-70 کیلویی تقریبا 114 کیلو کالری تو هر نیم ساعت میسوزونه اگه وزنه بزنه. یعنی درست دیدی و میگه وزنه میذارم عضلاتمو بسازم و اینا، یه جور ورزش کالری سوزم هست. یعنی چی میگم؟ انرژی میخواد، انرژی رو. آره واسه همینه که تو اگه فقط هم وزنه بزنی هیچ حوازی هم نزنی باز احتمالاً که چاخشی خیلی کمه. یعنی مثلا ما 6 ماه میریم کم حوازی میزنیم ولی لاغر میمونیم، چربی اضافه نمیکنیم، به خاطر همون کیلو کالری 224 تای عزیزه. فعالیت بعدی بولینگه که 224 کیلو کالری تو ساعت میسوزونه. بعد مثل بقیه ورزشا سوختن کالری، انرژی سوزیش. یه ساعت مثل آدم بولینگ بازی کنی برای یه انسان 70 کیلو 224 کیلو کالری میسوزونه. یه دونه باشگاه میریم با پارسا، بعد جکوزیش خیلی داغه. اون خودش 300 کیلو کالری میسوزونه. آره اصلا نیاز به کالری جکوزی نیست، کتریه. یعنی میری توش میپزی. امروز پارسا پخت. پخت جدی میگم، یه تیکه از پوستش پخت. پوست شکم. خواهش میکنم بچهای باشگاه 8 ستاره اگه این ویدیو رو میبینن جکوزیتون رو یکم
برسیم آتیشش رو کم کنیم اذیت میکنه ما رو به خدا. میریم سراغ فریزبی. همین دیدی فریزبی پرت میکنی میگیری و اینا. آره رفیقش هم واسه فریزبی بازه. آره دقیقاً اصلا حرفه‌ای بازی میکنه لعنتی. میگه بستگی داره چند کیلو باشی چقدر با خودت وسیله جابجا کنم، مثلا لباس و مباس و اینا منظورش رو فکر کنم. اگه همینجوری برای عشق و حال فریزبی پرت میکنی، میگه بستگی داره کالری سوزی دیگه. اگه حرفه‌ای فریزبی بازی میکنی تو مسابقات و اینا، یارو ممکنه پرت کنه اون ور زمین تو بدوی بگیری مثل فوتبال میشه. ولی بعضی همینجوری تو دو طرف پارک فای میسن برای هم پرت میکنن دیگه. فعالیت بعدی والیباله که 224 کیلو کالری تو ساعت میسوزونه. ببین میگه که بستگی داره که چند کیلو باشی و چقدر ورجه ورجه کنی و عشقی با 13 به دری بازی کنی والیبال. دیدی که والیبال بازی میکنه. آره. تو پارک و مسابقات جهانی هم داره. خیلی رقابتیش کنی. آره میانگین میخوایم بگیم 224 تا در ساعت میسوزونه که اونم اونقدر زیاد نیست. عجیبه والیبال خیلی فکر کنم همون دست پایینشو گفته. آها نان کامپتیتیو یعنی عشقی. آها آره زیاد عشقیش. آره بازی بازی نباشه. آره بعدی پاور یوگاه که گفته 226 یوگای زوری میشه. یوگا قدرتی. یوگا قدرتی. اینقدر یوگا. منظورش اینه که فقط کش نگیری خودتو کاره. آره. عجیب غریبا بکن. که گفته 226 کیلوکالری تو ساعت میتونی بسوزونی. میگه که این مدل یوگا یه حالت چالش برانگیز داره برای کل بدنت، یعنی کل بدنتو درگیر میکنه و حدودا یک ساعت اگه این کارو بکنی دیگه همون 226 رو میسوزونی. بعدی پلانکینگ. آخ آخ حاجی. مرده هاشو. پلانک. دوستش دارم ولی اذیت میکنه خیلی. اذیتت میکنه مثل امیر حسینه. جای امیر حسین خالی. آره. این حرکت 240 کیلوکالری تو ساعت میتونه انرژی از شما بسوزونه. یکی هرچی رپتیشن ها تکرارت بیشتر باشه کالری بیشتری هم میسوزونی. بعضیا پلانک که میزنن حرکت یک ساعتی هر کسی نمیتونه بزنه. آدم فضایی باید باشی. دو مثلا هی تیکه های 2 دقیقه 3 دقیقه‌ای بزنی، 1 دقیقه بزنی استراحت کنی دوباره بزنی استراحت کنی. آه. اینا 240 تا میسوزونی تو ساعت. خوبه. بعدی هم سرفینگه که خب تو ایران قفل فکر کنم. 255 کیلوکالری تو ساعت با این میتونی بسوزونی. موج سواری ورزشیه که بسیار زیباست ولی خب هیچ کدوم از ما تجربه نکردیم فعلا. ولی خیلی جذاب خود. ولی خیلی ترسناک هم ممکنه باشه. آره این هوایی دیدی موج 10 متری زیرش پر کوسه. یعنی یکی اونقدر که به نظر میرسه انتظار داری کالری نمیسوزونه ولی خب به طور میانگین 255 تا میسوزونه و یه جوری کل بدنتو درگیر میکنه. دیدی مثلا هم باید تعادلتو حفظ کنی هم باید پاتو روی اون دست خر. فعالیت بعدی آرچری نان هانتینگ، یعنی مثلا شکار نخوای بکنی. تیراندازی میشه دیگه. تیراندازی. آره. ولی بدون قصد شکار و اینا. میگه که دنبال خب شکار اگه بری بدوی قطعا خب بیشتر کالری میسوزونی. یعنی همینجوری. آره. برای تمرین و چی میگه سیبل بخوای بزنی و اینا 260 کیلوکالری تو ساعت این میتونه بسوزونه. خوبه پشت نمیخوره چون تو کمونه دیگه. میگه که بازم طبقه سری تحقیقات و اینا هر نیم ساعت تقریبا 130 تا کالری میسوزونی. بسته که باز وزنت داره و اون مقدار منطقی دیگه اون کش تیرکمونت داره چقدر صفت باشه فلان و اینا بازو چه قوی باشه سینه دستات اینا همه بستگی داره. میدونی چی 260 متغیره. آره, آره متغیر دقیقاً. حالت بعدیم کریکت که گفته 272 کیلوکالری تو ساعت میتونی باش بسوزونی. ژیمناستیک ورزش بعدیه که گفته 298 کیلوکالری در ساعت میتونی باش بسوزونی. و اسب سواری هم دقیقاً همین مقدار 298 تا حدودی البته در ساعت میسوزونی. بعدی هاتا یوگا یکی از سیستم‌های یوگا برای کنترل روی کالبد فیزیکی شامل بخشای همچون آسانا پرانایا مودرا بندها و شتکرما. یه مدل یوگا. یه مدل یوگاه که هاتا یوگا بهش میگیم حال خودمون. 98 کیلوکالری تو ساعت میتونی باش انرژی مصرف کنی. تای چی فکر کنم ورزش رزمیه که اونم والا که اونم باز 298 از این کاتگوری 298 در نمیاد. آره لعنت خوف زده 200. خب رد شدی. خوب 300. ورزش بعدی هم کرانچزه. کرانچ میشه چی؟ کرانچ همون یه جمع دیدی عکسش هست دیگه. میخواب میشی رو زمین دستتو به پات میرسونی انگار نصف میشی میکنی خورد. آفرین 300 کیلوکالری تو ساعت میتونی باش بسوزونی. و سیلینگ یا همون قایق سواری میشه درسته؟ قایق سواری چرا مصرف کنی؟ پارو زدن فکر کنم. سیلینگ کشتی رانی دیگه. بالاخره اونی که فرمونو دیدی یهو میچرخونن میگیرن بادبان ها رو بکشید. آره 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 کشتی رانی میگه که 315 کیلوکالری در ساعت مصرف میکنه. قویه. کنوینگ. کنوینگ همون کنو میشه قایقای دو نفره پاروهای پارویا هست. خیلی دار که خدای سخت هم هست. 319 کیلوکالری ولی زیر بغل در بیاری هی داری قایقی میزنی همش درگیر قایقی هست. 319 کیلوکالری باید در ساعت باش میتونی بسوزونی دیگه. خوبه خوبه. بریم سراغ الپتیکال یا همون اسکی فضایی که احتمالا توی باشگاه ایران و اینا دیده باشید که 322 کیلوکالری مصرف میکنه
و میگه که خب معمولا بستگی به اون سرعتی که میزنی داره دیگه، یکی آروم میزنه یکی فست میزنه. آره کلا نسبی بیشترشون اکثرا نسبیه. آره بعدی بدمینتونه که گفته 334 کیلوکالری تو ساعت میتونی باهاش بسوزونی، اینم خب آشنا احساس میکنه. بدمینتون هم اکثرا بازی کردن بچه‌ها و کلا ورزش هوازی خیلی خفنیه که میتونه اون انرژی ذخیره شده چربیاتو خیلی بسوزونه و انرژی اضافهتو بسوزونه. کلا بدمینتون چه خیلی سخت حرفه‌ایش، پاره میشی میدم بازی میکنم. آره اون که مشکل عقلی مونه، حالا که بلدم باشی خیلی سخته از لحاظ انرژی گرفتن. و پینگ پونگ یا تنیس روی میز که 350 کیلوکالری در ساعت. پینگ پونگ چه کالری میسوزونه، با اینکه خب میزش ارزش کمه ولی خب هی باید بری بیای، هی باید بری بیای. آره نه باید باخ بدی توپو. دقیقاً. بعدی اسنوبوردینگه که 361 کیلوکالری تو ساعت میزنه. اسنوبوردینگ میشه چی؟ اسنوبورد فکر کنم رو برف کوهستانا. اسنوبورد میگن ایرانی ها مثلا، فکر کنم مثلا ببینم. فکر کنم تو دبی هم مثلا یه دونه مصنوعی چیز کردن. آره همون اسنوبورد میگن. ترجمه نداره. آره اسکی رو برف میشه بچه‌ها. او یمه نایس من. بعدی والیبال به صورت رقابتی که 365 کیلوکالری تو ساعت باشه، این مسابقاتی تقریبا. آره راجب والیبالیست‌های حرفه‌ای اینجا صحبت کرده که بازم بستگی داره که چقدر تکون بخوری، پستت چی باشه، مثلا چند آره، کیلو باشه. ولی خب یه نکته یه والیبال داره اینه که پستت هی عوض میشه به غیر از لیبرو، یعنی جابجا میشه همش. اصلا هر گلی که میزنی و اینا یکی مثلا تو میری چپ اون میاد یه دور میچرخه، اصلا که مصرف می‌کنی مثلا همه یک بالانس باشه. آره خیلی جالبه. بعدی کایاکینگ نمیدونم چیه، کایاک اصلا قایق از روی گرفته شده. اوه. کایاک این دیگه اون دو نفره بود، این یه نفر است دیگه. دیگه قبلی چی بود اسمش؟ کانوینگ. کانو یه همچین چیزی. کایاک یه نفر است، خودتی و یه پارو و دریا تمام. پیرمرد 372 کیلوکالری دیگه مرداد زنده میشه دیگه. میشه سراغ اسکیت بوردینگ کژوال، یعنی همینجوری اشکی تو محل تو آمریکا اینا اسکیت بورد بزنی 372 کیلوکالری مصرف میکنی. و اینکه عجیبه به خاطر همون چیز دیگه، اون پاتو که بغلش میزنی خودتو هول میدی. خیلی جالبه برای سوزوندن کالری اضافه، شاید خیلی ها دقت نکنه ولی اسکیت بورد ورزش پرمصونیتی هم هست البته. آره لعنتی همش زخم میشی. بعدی فنس سینگه اسم جالبی هم داره، همین شمشیر بازی. شمشیر بازی که دیدی رو صورتت یه حالت آره. توری میذارن فلزی که کور نشی، به اون میگن فنس. 400 کیلوکالری در ساعت باش میتونی بسوزونی. هی اینجوری دیگه آره. 400 کیلوکالری و وقتی مسابقه و اینا هم باشه، چون این ممکنه تمرینی باشه، مسابقه خیلی حرفه‌ای باز ممکنه این کژوالشه تازه. مسابقه حرفه‌ای باشه خب باید سولتو یارو بخواد بچوخه. شمشیر دست یاروه. بعد ترامپولین بازی کردن 401 کیلوکالری میسوزونه. ترامپولین چرا؟ میپری میری بالا خودش پرتت میکنه. نفس میزنه، شاید مثلا ریات کالری میسوزونه. نمیدونم میگه که بستگی به باز مدل پرش تو اینا داره. آقا میدونی چیه؟ بعضیا ما فقط میپریم بالا پایین بچه بودیم. این یارو میره بالا ملق میزنه میاد پایین. آ حرفه‌ایشه. میچرخه آره. بعدی هم ایروبیک دنس که گفته 406 کیلوکالری در ساعت. اینا که دیگه عشق خانومای ایرانی. برین کلاس ایروبیک. لاغرم نمیشن اکثرا. نمیدونم چرا. یارو 8 سال ان شاءالله ما. آقا میره ایروبیک. بعد ببخشید خانومای ایرانی. میره کلاس ایروبیک برگشتنی نونخامه‌ای و شیرینی تر میخره. حالا امشبو بگذرونید. خب بعد کلاس ایروبیکت همه کنسل میشه قربونت برم. بعدی بالروم دنسینگ که این باید جذاب باشه و 410 کیلوکالری در ساعت باش میتونی بسوزونی. با پارتنره بریم دو تایی. رقص های دو نفره مثل تانگو فکر کنم بالروم آجی اون دیدی میخوان برقصن یه دونه رقص نوری گرده اون بالا فکر کنم اونه و بازی گلف که خودت چوب گلف تو برای خودت برداری بیاری کولت کنی، نه با ماشین بری این ور اون ور. چون دیدی اونایی که پول دارن و اینا چوب گلفشون رو تو ماشین میذارن تو دو قدم پیاده میری. آره چقدر 410 کیلوکالری. و عشق تو پرس اپس شنا سه تا بیشتر میتونم برای عجیب نه خدایی کم کم آدم قوی میشه. آره. میره 420 کیلوکالری در ساعت باش میتونی بسوزونی. حالت میانگینش یه وسطاش نه خیلی اینتنس نه خیلی سوبر. آره 420 تا پشمام. و حالا شمشیر بازیه حرفه ای رو داریم که 446 داره. بعدی اسکینگی که اینم 446 کیلوکالریه. جالبه ساعت کلا ولی کار خوبی نیست اسکی کردن. کار خوبی نیست ولی ورزش خوبیه. و کشتی رو داریم با 446 تا. بعدی هم هایکینگ کراس کانتری منظورش چیه؟ هایکینگ هایکر توریه، یعنی همینجوری تپه رو بری بالا بیا پایین، نمیدونم خیابونا رو بری
کاری فکر کنم این میشه دیگه. آره آره هیچ های کوین چیز احتمال همین منظورش نمیدونم. 446 همیشه هایکینگ فکر کنم همیشه میری مهم نیست مثلا چیزی جلوت گرفته باشه یا نه نمیدونم. فکر کنم کمپینگ هم هست احتمالاً. هایکینگ چون کوله بک بک چی میشه مثلا کوه پیماییه نه پیاده روی به بالای کوه تپه اینا میشه کوهنوردی در اصل 446 کیلوکالری. خب آره دیگه امیرحسین داداش هم از کوهنوردی کرد بوز کوهی هاجی میره میدوی کوه میگم اومدیم بریم کوه میدوی بغلت درست نه بغلت درست نه دور کوه دیوونه است. خب چی آها این خیلی باحاله تو باشگاه نداشتیم تا حالا پلاس همچین خیلی باحاله پله نامحدوده ولی از دور باحال احساس می‌کنم بخیر این حرکت بزنید پدر در میاد خیلی خوبه ولی نگاه 452 کیلوکالری مصرف میکنه. بعدی بیسباله که اینم 460 کیلوکالری تو ساعت میتونی باش مصرف کنی که خوب ما اینم باز تجربه نکردیم حقیقتاً ولی از دور قشنگ میشه. پروانه زدن پروانه زدن 480 کیلوکالری مصرف میکنه در یک ساعت. پروانه بزنیم باش کراس کانتری یعنی چی آجی؟ کراس کانتری فکر کنم چون کلاس زبان هم هست دیگه. آره دیگه هم فال هم تماشا واقعا کراس کانتری میشه دشت و صحرا و اینا مثلا اسکی روی چمنه چمن احتمال زیاد داره. آره صحرایی میشه 498 کیلوکالری در ساعت میتونه باش بسوزونه. میگه که از داون هیل اسکینگ چیز بیشتری یعنی از اون سرازیری بیشتر مصرف میکنی طبیعتاً ولی آجی اسکی هم خیلی کلا اینجوری میکنی کلی کالری مصرف میکنی. بعدی اسکی روی یخه که 520 کیلوکالری در ساعت حالت معمولیش مصرف میکنه. ببین آخری آجی آخری به نظر چیه تو حدس بزن همینجای ویدیو تو کامنت ها برامون بنویس به نظرت آخری چیه که مثلا خیلی کالری مصرف میکنه. دو چرخ سواری ممکنه جزو آخریا باشه و خود دو میدانی خود دو مثلا دو سرعت دو سرعت دو خیلی سرعت دو 400 متر من حدسم دو سرعت. حدس تو چیه؟ حدس تو چیه؟ کیک بوکس دو سرعت کیک بوکس تو کامنت ها بگو. بریم بعدی اسکواشه که 520 کیلوکالری تو ساعت میتونی باش بسوزونی. خوب اسکواش بکنم همونی که به دیوار میزنه و تنیس رو داریم 520 کیلوکالری دوباره. سکوب دایوینگ سکوب دایوینگ اسم خیلی باحالی داره حاجی اسم خیلی باحالی داره. آره خدای باحال سکوب دایوینگ سکوب دایوینگ اینم 520 کیلوکالری هست افتادیم رو 520. سکوب دایوینگ میشه میری زیر آب با لباس غواصی. اوه غواصی میشه. آره خوبه 520 تا و دو چرخ ثابت هم حالت معمولیش 520 پشمو خیلی دو چرخ ثابت جالبه یعنی یک ساعت غواصی کنی و اینا اندازه یک ساعت دو چرخ ثابته. ولی خب خیلی غواصی حال میده میری زیر آب میری خب اکسپلور میکنی. آره کوسه ممکنه بیاد بخورته کوسه زیادن اونجا. آره. کنه دارک. بعدی سکواتس های اینتنسیتی یعنی تراکم زیاد یا نه وزن بالا فکر کنم وزن بالا تراکم اسکات سنگیز 528 کیلوکالری در ساعت باش میتونی بسوزونی و خب اسکات کلا درده. دو روز بعدش فرداش دارکه خودش باز اوکی فرداش هینش هم تو دردم ما فرداش فوتبال رو داریم حالت مسابقه ایش فوتبال 540 کیلوکالری در ساعت میسوزونه و ببین فوتبال خیلی از عضلاتت با هم درد من فوتبالیست پلشتی ام به نسبت بقیه. ای بابا داداش اختیار دارنه صبح فوتبال حرفه‌ای خیلی عضلاتتو درگیر میکنه هاجی میدوی ریه‌هات قلبت پا 400 دو گل. آره پرتاب اوتمو همه کار داری شوت میزنی 540 خوبه دیگه 540 چون بعضیا را میری همش که نمیدوی. آره. فوتبال حرفه‌ای خیلی هاشو میانگینشو میگیره میگه دیگه. آره دیگه این منطقشه. بعدی روید سایکلینگ روید چرا رود سایکلینگ که 563 کیلوکالری تو ساعت میتونی باش بسوزونی یعنی فکر کنم تو جاده اینا مثلا بری دو چرخ سواری. آره اون دو چرخ ثابت بود این مثلا میشه دو چرخ بیرون رفتن. خب بعدی بسکتبال حالت مسابقه ایش 596 کیلوکالری ساعتی 300 کیلوکالری مصرف می‌کنه بازی پشت سه امتیازی مثلا هی شوت بزنی و همین دیگه. میگه که گیم هم اگه بازی کنی مسابقه توری ساعتی 596 کیلوکالری مصرف بزن واسه هفته بعد. بسکتبال کجا هر جا بعدی رانینگ 5 مایل در ساعت رو تردمیل اشتباه نوشته. آها. رو تردمیل با سرعت 5 مایل در 5 مایل در ساعت چقدر میشه 596 کیلوکالری میتونه بسوزه میشه تقریبا فکر کنم 1.6 ضرب داره 5 8 کیلومتر در ساعت 8 کیلومتر در ساعت سرعت 8 بذاری دیدی تقریبا 8 دیگه دویدن شروع میشه. آره سخت میشه سرعت 8 بذاری یعنی اولای دویدن 596 تا تو ساعت میسوزونی. خوبه یعنی من تو تردمیل میدویدم تو باشگاه 300 205 300 میسوزونی. آره دیگه دقیقاً بعدی هم فوتباله به صورت کژوال آمریکایی میشه. آره راگبی اینم دقیقاً عین همون تردمیل که با سرعت 5 مایل در ساعت بخوای بدوی. هاکی هم 596 چیه بک استروک چیه کرل پشت 596 تا چیز میشه بار فیکس. خب
اینم من نقطه ضعفم فعلا. بارفیکس هم خوبه ولی آره دیگه باید بازوتو قوی کنی، باید ساعدتو قوی کنی، دستتو قوی کنی. بارفیکس های اینتنسیتی هم 597 تو در ساعت هاچی نمیشه یه ساعت همش بارفیکس زد. میزنی استراحت میکنی میزنی دستت جا میمونه دیگه سر یه ساعت دیگه بدن شو 30 ساعت یه دقیقش هم زیاده. خب خدایی بعدی هم راگبیه که اینم 614 کیلوکالری در ساعت باش میتونی بگی مثل راگبی و فوتبال آمریکایی فکر کنم من فرق میکنه توپش شبیه هم ولی میگه مثل فوتبال آمریکایی راگبی هم ورزش تیمیه که کلی دویدن توش داره و یهو حرکت‌های انفجاری داره یهو و بدوی مثلا 5 متر بریم ورتر بریم ورتر بریم ساعتی 614 کیلوکالری مصرف میکنی. بعد این ماونتن بایکینگه که اینم 632 کیلوکالری تو ساعت باشه. دوچرخه سواری کوهستان پدر آدم. خیلی سمه آجی. دیدم آجی ویدیوشو دیدی چقدر اکشن و خفنه. نوک قله یارو داره میره. لعنتی هست انگار نه انگار. ورزش بوکس رو داریم 670 کیلوکالری در ساعت و کلا میگه ورزش بوکس چون کل بدنتو درگیر میکنه خیلی کالری زیادی مصرف میکنه. یه ورزش خیلی فعالیت خیلی شدید حساب میشه دیگه. آره دیگه با بزنی جا خالی بدی بریم و بریم و بعدی فوتبال به صورت کامپتیتیو یا رقابتی که گفته 670 کیلوکالری تو ساعت میتونی باش بسوزی. فوتبال آمریکایی در اصل. فوتبال آمریکایی رو. الپتیکالو داریم. ویگوروس یعنی خیلی سری بزنی فکر کنم. الپتیکال همون اسکی فضایی اگه مثل حیوان بزنی ساعتی 670 تا میخنی. پرواز میکنه و گیری تو آسمون باشگاه. این نمیدونم اسم این ماهی چی واقعا دردم میگیره فکر زدم. آره. چهار سر روم میشه فکر کنم. خیلی قوی فشار میاره. زانوت هم کمتر از دوچرخه معمولی فشار میاره چون دیدی میره زانوت آره. باز میشه بازه. ولی کامل بعد برای باستنم خیلی خوبه. بزن. خوبه. ولی ترک سایکلینگ فکر کنم میشه تو پیست. آفرین. دوچرخه سواری تو پیست. پشمو. 104 کیلوکالری در ساعت. دوچرخه چقدر خوبه. آره دوچرخه کلا خفنه. ورزش رزمی 744 کیلوکالری در ساعت. مارشال آرت هم کیک بوکس هم میشه فکر کنم. مارشال آرت مثلا کاراته تکواندو نمیدونم شاید باشه. اگه این باشه که سوختی. آره دیگه. شرکه نباشه عناب زنی رو داریم 744 تا و میگه که اینم باز کل بدن رو درگیر میکنه و توی یک تایم کمی میتونه کلی کالری مصرف کنه. بچه هایی که دنبال ورزش های پر کالری مصرف کنه و میخوان لاغر شن و اینا از اینجا به بعد دیگه واقعا لاغر کنه. بعدی برست استروک فکر کنم کرال سینه. کرال سینه بله مرسی که یاد دادی اون کرالو 744 کیلوکالری در ساعت میتونی باش بسوزونی. بعد و میگه که خود کرال سینه میدونی چرا تو کرال سینه پایی که میزنی کلا تو کرال ها پا زدنه از عضله پا رو که درگیر میکنه. ببین پا خیلی عضله بزرگیه. بازوت انقدره پات انقدره چون عضله بزرگی کالری بیشتری هم مصرف کنه واسه همینه که روز پا تو باشگاه تو بیشتر خسته میشی اذیت میشی آدم. دقیقاً حالا نرسه روز پا هاجی واقعا پس برات بزنی نمیام میام واتر پولو رو داریم یه مدل غذای ایرانیه بخند دیگه بینا. بعد تکواندو اسپارینگ منظورش نمیدونم چیه 752 کیلوکالری تو ساعت میتونی پشمو میگه که کلی کالری مصرف کنه ولی اینجوری نیست که تو مثلا چیز اگه بخوری. جانفود بخورید آره میگه که یه کلاس تکواندو کامل 7 تا 9 تا شکلاتای چی میگن کوکیای شکلاتی برام اونقدر میشه کالریش داد ما فکر میگم خیلیه این کالری ها خیلیه ولی خب میدونی قندای اشباع و اینا خیلی کالریشون زیاده لامصب. دوباره پارو زدن اوتساید بیرون داریم تو آب تو اتاق هم میشه پارو زدن آه مثلا در قایقی باشگاه رو مثلا اینسایدش بشه آره دیگه پارو زدن 800 کیلوکالری و میگه که آها میگه که پارو زدن توی آب در مقایسه با پاروی تو قایق میگه پارو زدن توی آب در مقایسه با قایقی تو باشگاه خیلی با مفصلات مهربون تره چون آبو داری تکون میدی ولی آره. تو باشگاه این وزنه رو میاری خیلی خوشگوی قشنگ مفصلات رو اذیت میده واقعا. بعدی اسکیت بوردینگ ویگوروسه یعنی چیون انو متوجه نشدم شدیده احتمالا دیگه آره شدید 800 کیلوکالری در ساعت باش میتونی بسوزونی اسکیت بورد خوبه پشما و سنگ نوردی که چرا تکرار شد نمیدونم یه سنگ نوردی حتما شدیدتریه اسندینگ شد اون دیسندینگ بود شد آره دیسندینگ بود پایین اومدن از سنگ بود این بالا رفتن از سنگ هست 818 کیلوکالری مصرف میکنه خب بعدی هم باترفلای شنای پروانه ها اسم فیلم نبود باترفلای افکت بود اشتون کوچرم توش بازم که حتما من ایرانی شنای پروانه داشتیم جدی؟ فکر کنم 818 کیلوکالری تو ساعت میتونی باش بسوزونی خوبه بعدی هم دوچرخه سواری با سایکلینگ یعنی چی؟ بالاتر از 15 مایل آره دقیقا 24 و 14 25 بالاتر از سرعت تقریبا 24 کیلومتر بر ساعت اگه دوچرخه سواری کنی 844 کیلوکالری در ساعت میسوزونی پشمز از کرج بخوا بری تهران شاید
لاغر چی واقعا ممکنه اگه سرعتت بره رو 30 کیلومتر و اینا میره رو 892 کیلوکالری در ساعت. گفتم آجی دوچرخه سواری خیلی میسوزونه یادت. دویدن دو سرعت بی شرف. هندبال و دو سرعتم او حاجی هندبال 892 دو سرعت مثلا سرعت 10 مایل چقدر میشه حدودا بذاری رو مثلا 15 اینا تردمیل بودیم دیگه. اگه مثلا تردمیل حالا بیرون هر چی 10 مایل چقدر میشه؟ 10 مایل میشه دقیقاً فکر کنم 16 کیلومتر در ساعت. 16 سرعت بذاری رو 16 بدوی ساعتی 1228 کیلوکالری میسوزونی. عمو برد انتخابم درست بود. درست باشه. الکی که رشتم درسته از دانشگاه انصراف دادم ولی علوم ورزشی خوندم. علم و دانش خونده بود بر خیلی توضیح داده راجع به رانینگ چی گفته هندبال اینا نگفتیم ولی خب یکی معمولاً کلن خیلی برای مردم چی میگن به نظرشون سخته از این مینز یعنی فکر نکنم سخت منظورش بشه منظورش اینه که مثلا یه راهیه برای رسیدن به سلامتی کامل بیشتر. از لحاظ وزنی و اینه و منطقی هم هست آره نسبت به دوچرخه سواری نسبت به شنا نسبت به اسکی اصلا مصنوعی هم نسبت به همه اینا بیشتر کالری مصرف میکنه و کل بدنتو درگیر میکنه. البته باز بستگی داره که رو شیب بدوی تو چه سطحی بدوی مثلا تو کوه بدوی روی دشت بدوی توی آسفالت بدوی اینا همه تاثیر داره ولی خب 1228 کیلوکالری در ساعت رانینگ میتونه مصرف کنه. پس بچه‌ها اگه میخواید کالری بیشتری مصرف کنید بودوید. مرسی که با عمو تئوری و رفیقش امیر پارسا عزیز همراه بودید با یه ویدیوی دیگه. این وسط یه ویدیو جدید نکن دست خدا نگهدار چیه این وسط یه ویدیو جدید ریکامند میشه اگه دوست داشتی برو ببین مراقب زیباییات باش خیلی نوکرم تمام